کسانی هستند که خارج از کشور هستند در روزی که یک آتش به اختیار پس از تذکر هجاب به دو زن در ارومیه آنها را با خود زیر گرفته و ظاهرا یکی از آنها را کشته و دیگری را زخمی کرده غلام حسین محسنی اژهای رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته برنامه جدیدی برای ایرانیان خارج از کشور دارد اژهای روز دوشنبه 18 همه مرداد 1400 در جلسه شورای عالی قضایی گفته ایرانیان خارج از کشور که در داخل پرونده ای دارند به نفع خودشان است که به ایران بیایند حتی اگر در ایران توسط دادگاه محکوم شوند کسانی هستند که خارج از کشور هستند و ممکن اتهامی هم داشته باشند یا نگرانی داشته باشند و اظهار تمایل کردند که میخوان به کشور بازگردند من اولا عرض میکنم هیچ ایرانی که خارج از کشور باشه طبعه ایران باشه ممنوع ورود نیست بله ممکنه یک کسی به یک دلایل ممنوع خروج بشود ممنوع ورود نیست از کسانی که ایرانی هستند تبعه ایران هستند خارج از کشور هستند میخوان بیان منعی برای ورودشون نیست این اولا ثانیا مواردی هستش که اگر بیان قطعا به نفعشونه حتی اگر پروندهشون رسیدگی بشه حتی اگر منجر به محکومیتشون بشه الان کسانی هستند که اموالشون بعضا امکاناتشون در داخل یک سرپرستی درستی نداره افرادی که زینف هستن اونا رو میترسونن میگن اگر بیه چین و چنان میشه نه مسئله مالیه اگر احیانا مطلبی هم هستش خب بیان اینجا سوالی از میکنه تحقیق از میکنه و مسئلهشون روشن میشه همه دادستان های محترم را عرض میکنم همه کسانی که با کل محترم اینا اینایت داشته باشن خیلی از این افرادی که به خصوص سالیان مختلف و دراز مدت بعضا چهار سال پنج سال ده سال پیش ممنوع خروج شدن و همچنان به ممنونت خروج خود باقی هستند چون نیمدن ایران اینا رو اینایت داشته باشن اگر واقعا چنان چه ضرورتی نیست برای جلب اونها و به محض ورودشون به ایران این کار رو حتما نکنند و خصوصا اگر اون آقایون هم به همین جای بهشون عرض بونن. حالا چه آقا باشه خانم اگر با روابط عمومی ما با ارتباط مردمی ما با دادستان ما تماس بگیرند بگن آقا من چه موضوعی در مورد مطرح هستش حالا یا مسئله حقوقی یا کیفری فلان تاریخ هم میخوام میگم ایران اگر ما مطلع بشیم حتما به دادستان به اون مرجع مربوطش بگیم که آقا شما لدل دستگیرش نکن اون کسی که حال میخواد بیاد ایران میخواد بیاد رسیدگی بشه به پروندش دیگه ضرورت نده که ما لدل دستگیرش بکنیم اونجا مخاطبان ایرانی با شک و تمسخر به این اظهارات اجهی واکنش نشان دادند کاربری نوشته اجهی گفته ایرانیان خارج از کشور برگردن ایران حتی اگه محاکمه بشن به نفعشونه چون اینجا یه سری اموال دارن که میخوایم تصاحب کنیم در واقع داره میگه بیاین اینجا یا بندازیمتون زندان یا اعدامتون کنیم بعدش با خیال راحت اموالتون رو بکشیم بالا کاربر دیگه ای گفته اجی ای گفته ایرانیان خارج از کشور ممنوع الورود نیستن و میتونن بیان و محاکمه بشن برای کبک و قناری هم اینجوری دام نمیندازن این کاربر هم نوشته محسنی اجی استاد سوت بلبلی ایرانیان خارج از کشور به خاطر پرونده هایشان برگردند به نفعشان است حتی اگر محکوم شوند وگرنه خودمان میاییم اونجا حکم رو اجرا میکنیم یا که به بچه ها میگیم بیارنتون اینجا همانطور که این توییت نشان میداد بسیاری اظهارات محسنی اژه را تهدید تلویحی علیه ایرانیان خارج از کشور تلقی میکنند اژه در واقع میگوید یا خودتان بیایید یا خودمان کسی را برای ترور یا روبودنتان به خارج از کشور اعزام میکنیم ما امتحان پس داده ایم. ماها رو دوباره نباید امتحان بکنیم وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در خبری مدعی شده اسرائیل در حال گرفتن آرایش نظامی در مقابل جمهوری اسلامی است در حالی که مقام های کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا تاکید کردند که حمله اخیر جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری اسرائیلی که باعث کشته شدن دو خدمه آن شده بی پاسخ نخواهد ماند سایت نور نیوز نوشته بر اساس اطلاعات رسیده به این سایت یک زیرسطحی اسرائیلی از نوع دلفین چهارشنبه گذشته سیزدهم مرداد ماه به صورت مخفیانه ضمن عبور از کانال سوئز وارد دریایی سرخ شده است این سایت نوشته دو ناوشکن اسرائیلی هم به صورت همزمان از کانال سوئز عبور کردند که به احتمال قوی اسکورت این زیرسطحی هستند نور نیوز گفته این اقدام اسرائیل که در پی التهاب آفرینی مبتنی بر فضاسازی ایجاد شده در خصوص انفجار نفکیش اسرائیلی در دریای عمان انجام شده اگرچه بیشتر جنبه نمایشی دارد اما نشان از آن دارد که ظاهرا دولت جدید تلاویو با وجود ناتوانی در اجماع سازی علیه ایران و عقب نشینی حامیان آمریکایی انگلیسی خود از تهدید تهران به پاسخ متقابل همچنان به دنبال حرکت در مسیر التهاب آفرینی است. نور نیوز مدعی شده که یک ژنرال سابق اسرائیلی به نام آموس یادلین به دولت نفتالی بنت درباره اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس دست برتر را دارد و نباید با آن درگیر شویم نور نیوز نوشته یادلین با یادآوری حمله ایران به عین اسد و حملات پهپادی و موشکی علیه آرامکو که عربستان آن را به ایران نسبت داده به دست برتر جمهوری اسلامی در این خصوص اشاره کرده و گفته بهتر است انگلیس و آمریکا به این موضوع ورود کنند نه اسرائیل نور نیوز گفته این ژنرال سابق اسرائیلی به دولت خود هشدار داده که بهتر است به خلیج فارس و دریای عمان یعنی جایی که ایران در آنجا دست برتر را دارد نرویم طبق گزارش نور نیوز آموس یادلین گفته ما در دریا هیچ برتری نداریم بعد از قاسم سلیمانی امروز حاجیزاده قدرت پهبادی ایران را در اختیار دارد نور نیوز در پایان نوشته در چنین شرایطی به نظر می رسد که نخست وزیر تازه کار رژیم سهیونیستی با تشدید اقدامات عجولانه و احمقانه خود بیش از بیش در حال گرفتار کردن خود در تله است که برون رفت از آن قطعا هزینه های بسیار سنگینی برای او و ساکنین سرزمین های اشغالی در پی خواهد داشت. البته با جستجو در اینترنت متوجه می شوید که هیچ خبرگزاری و منبع خبری معتبری خبر عبور زیر دریایی اسرائیلی به سمت دریای سرخ را منتشر نکرده. تنها خبری که در این باره منتشر شده مربوط به دیماه سال گذشته یعنی چند هفته پس از ترور محسن فخریزاده از عناصر کلیدی برنامه هستهی جمهوری اسلامی است. اسرائیل در آن زمان یک زیردریایی کلاس دلفین مجهز به موشکهای کروز را علنا به خلیج فارس اعزام کرد تا به مقام های جمهوری اسلامی بگوید اگر بخواهند در واکنش به مرگ فخری زاده دست از پا خطا کنند با واکنش تندی روبرو می شوند به نظر می رسد خبری که نور نیوز منتشر کرده جعلی باشد جعل خبر توسط رسانه شورای عالی امنیت ملی نشان میدهد که مقام های جمهوری اسلامی به شدت نگران واکنش قریب الوقوع کشورهای غربی و اسرائیل به حمله به کشتی اسرائیلی مرسر استریت است و آنها میخواهند با یادآوری قدرت نظامیشان مانع از این واکنش شوند با رجوع به توییت های آموس یادلین ژنرال سابق اسرائیلی هم متوجه میشویم که نقد قول های نور نیوز از وی به احتمال زیاد جعلی هستند این ترجمه فارسی یک رشته توییت یادلین درباره حمله جمهوری اسلامی به کشتی مرسر استریت است او نوشته ایرانی ها سعی می کنند معادله را تغییر دهند و نشان دهند که به حملات به نیروهایشان در سوریه در همه ابعاد رزمی و در همه عرصه ها پاسخ میدند. یادلین افسوده اسرائیل همچنین میتواند در هر ابعادی که دارای مزیت نسبی است و نه لزوما در بوده دریایی پاسخ مناسب را انتخاب کند او افسوده حمله اخیر جمهوری اسلامی به کشتی تجاری اسرائیلی نشان دهنده ضعف عملیاتی ایران در دادن پاسخهای هدفمند است ژنرال سابق اسرائیلی گفته جمهوری اسلامی با این حمله به پای خود شلیک کرده چرا که به یک کشتی غیر نظامی حمله کرده و دو غیر نظامی اروپایی را کشته یادلین همچنین گفته ایران به جامعه یه المللی نشان می دهد که یک دولت تروریستی است که آزادی کشتیرانی و اقتصاد جهان را نقض می کند و اسرائیل باید همچنان برای توقف برنامه هستهی و موشکی جمهوری اسلامی تلاش کند. غلطی بکنند بدجوری پاسخشون ترس از واکنش نظامی اسرائیل در اظهارات فرماندهان سپاه هم موج میزند از جمله در اظهارات جدید امیرعلی حاجیزاده فرماندهی هوافضایی سپاه ارزش گوش دادن نداره ما امتحان پس دادیم. دیدید دیگه پایگاه امریکایی رو زدیم مسئولیتش رو پذیرفتیم هواپیمای امریکایی رو زدیم مسئولیتش رو پذیرفتیم ما 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 اگر بخوان غلطی بکنن سیله محکمی میخوایم زدیم به امید آنکه سیلی بعدی سران سپاه به یک هواپیمای مسافربری دیگر زده نشود.